آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری اسرائیل در تل اویو دوشنبه هشدار داد که تازه‌ترین تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه که به موجب آن گروگان‌های در بند حماس آزاد می‌شوند احتمالاً بهترین و آخرین فرصت است. در پایه بیانیه رسانه‌ای دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، دیدار 3 ساعته‌اش با بلینکن را مثبت و در فضای خوب ارزیابی کرده. فرهاد پولادی همکارم از کاخ سفید با ماست. فرهاد، از مجموع دیدارهای امروز آقای بلینکن در اسرائیل بگو برامون. خب، دیدار آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با نخست وزیر اسرائیل که در دفتر او انجام شد 2.5 ساعت پشت درهای بسته فقط این دو نفر بودند و بعد نیم ساعت آخرش هیئت‌های همراه هم وارد شدند و بر اساس بیانیه‌ای که نخست وزیری اسرائیل صادر کرده این جلسه خوبی بوده و در فضا و جوی خوب انجام شده و مثبت ارزیابی شده. در اون آقای نتانیاهو تاکید کرده بر پایبندی اسرائیل به دفاع از خودش و همچنین قدردانی اسرائیل از تلاش‌ها و کمک‌های آمریکا برای آزادی گروگان‌ها و ارتقای امنیت اسرائیل. آقای بلینکن در دیداری که با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل داشته این فرصت مذاکرات رو فرصت آخر دونسته. This is a decisive moment. این لحظه ای تعیین کننده است. احتمالاً بهترین، شاید آخرین فرصت برای بازگرداندن گروگان‌ها به خانه، برقراری آتش‌بس و قرار دادن همه در مسیر بهتری برای تحقق صلح و امنیت پایدار است. من به عنوان بخشی از یک تلاش دیپلماتیک فشرده بر اساس دستورات رئیس جمهوری بایدن برای رساندن این توافق به خط پایانش اینجا هستم. وقت آن است که توافق را محقق کنیم. خب، آقای بلینکن همچنین گفتش که به رغم اینکه تهدیدات ایران و حزب الله همچنان هم جاری است، ولی باز هم باید فرصت به آتش بس و تبادل یا آزادی گروگان ها داد. میدانم که این لحظه ای پر از دلهوره در اسرائیل است. دلهوره عمیق درباره احتمال حمله های ایران، حزب الله و دیگران. و همانطور که رئیس جمهوری بایدن گفت، ایالات متحده اقدام قاطعی برای استقرار نیروها در اینجا برای جلوگیری از هر گونه حمله و در صورت لزوم برای دفاع در برابر هر گونه حمله انجام داده. اما تمرکز حضور من تأکید بر بازگرداندن گروگان‌ها و تحقق آتش بس است. زمان آن رسیده که همه به بله برسند و به دنبال بهانه‌ای برای نگفتن نباشند. خب، تقریبا از نیم ساعت پیش هم مذاکرات آقای بلینکن با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل شروع شده. مسائلی که هنوز لاینحل مونده اینی که حماس میخواد که این آتش بس به توقف درگیری کامل ختم بشه. اسرائیل میگه که بعد از پایان آتش بس من حق دارم اسرائیل رو حماس رو کاملا ریشه‌کن کنم. همچنین اسرائیل بنا داره که در نوار مرزی غزه با مصر بمونه. حماس خواستار خروج کامل ارتش اسرائیل از غزه هستش. برای بازگشتن آوارگان درون غزه آزادی عمل میخواد حماس. اسرائیل گفته باید با بازرسی ها این کار انجام بشه و همچنین در مرحله اول آزادی گروگان ها تعدادی که حماس باش موافقت کرده خیلی کمتر از اون چیزی که اسرائیل میخواد و از اون طرف فهرستی که حماس داده برای آزادی زندانیانش در اسرائیل، اسرائیل میگه که من حق وتو دارم و هر اسمی رو خواستم میتونم خط بزنم. این مسائلی هستش که اختلاف نظر هنوز روش هست. خب فرهاد، از برنامه سفر آقای بلینکن بگو و اینکه تا الان گفتگوی آیا با دیگر مقام های خاورمیانه داشته یا نه. خب، قرار فردا با همتای خودش در مصر دیدار کنه، در همتای مصری خودش در مصر دیدار کنه و احتمالاً گفته شده که عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور هم ممکنه به این دیدار بپیونده. و آقای بلینکن دیروز با همتای عربستانی خودش هم دیدار کرده. دو تا محور اصلی داشته، یکی تقدیر و تشکر آمریکا از اینکه کمک‌های انسان دوستانه سعودی برای مردم غزه همچنان سرازیر است و دیگری تلاش‌های دو جانبه برای اینکه آتش بس و منجر بشه و به تبع اون کاهش تنش در منطقه. پیام. ممنونم. گزارش زنده و مستقیم همکارم فرهاد پولادی از کاخ سفید.